فاطمه زهرا سلام الله علیها در عمر کوتاه خود به مقامی میرسد که سیده نساء عالمین است، یعنی از همه زنان بزرگ و قدیس طول تاریخ برتر است. این چه عاملی است؟ این چه نیرویی است؟ این چه قدرت متحول کننده عمیق درونی است که از یک انسان در این مدت کوتاه میتواند یک چنین اقیانوس معرفت و عبودیت و قداست و عروج معنوی بسازد؟ خود این معجزه اسلامه. یک جنبه دیگر نسل مبارک این بزرگوار است که تطبیق سوره کوثر با فاطمه زهرا سلام الله علیها اگر در آثار حدیثی ما هم نیامده باشد، یک تطبیق مصداقی درست است. این همه برکات بر خاندان پیغمبر، بر یکایک ائمه هدا علیهم السلام. عالم پر است از نغمه های دلنواز فردی و اجتماعی و دنیایی و اخروی که از این خانه، از این حنجره های پاک برخواسته. حسین ابن علی، زینب کبرا، امام حسن مجتبی، امام صادق، امام سجاد، هر کدام از ائمه ببینید چه قوغایی است در عالم معرفت، در عالم معنویت، در بزرگ راه هدایت. از کلمات این بزرگواران و درس‌های اونها و معارف اونها این نسل فاطمه زهراست.